یک ماه پیش از فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام، کاروانهای عظیم زائران با پای پیاده از جنوب عراق به سمت بغداد حرکت می‌کنند تا شهادت جانگداز آن حضرت را گرامی بدارند. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. نخستین کاروان ها تحت عنوان الولاء و نصره به معنای وفاداری و یاری به منظور برپایی مراسم عزای جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام که مصادف با 25 ماه مبارک رجب است، از همکنون به سمت شهر مقدس کاظمین در بغداد پایتخت عراق حرکت کردند. کاروان های عراقی که شامل اجتماع عظیم انسانی از محبان اهل بیت علیهم السلام از استانهای جنوبی عراق می باشند، همچنین به منظور گرامی داشته زیارت مبارکه رجبیه در قالب این کاروانها مشایعه خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، حرکت کاروانهایی که با پای پیاده از استانهای بصره، زیغار و میسان به سمت شهر مقدس کاظمین برای رسیدن به حرم مطهر امام کاظم و امام جواد سلام الله علیهما به منظور بزرگداشت سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حرکت می کنند، حدود 5 هفته به طول می انجامد. بسیاری از موکب‌های حسینی خیمه‌های خود را برای پذیرایی از زائران در مسیرهایی که به سمت کاظمین در حال حرکت می‌باشند برپا کردند تا خدمات لازم را به عاشقان اهل بیت ارائه نمایند. مشایعه شهادت امام کاظم علیه السلام به عنوان دومین مشایعه پس از مشایعه اربعین شناخته می‌شود، چرا که این اجتماع عظیم انسانی شاهد حضور میلیون‌ها نفر از عاشقان و وفاداران خاندان پاک اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، شامل خانواده ها و عشایر گوناگون و همچنین از مشاغل و بخش های مختلف جامعه اصیل عراق است. گفتنی است که شیعیان و موالیان حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در سراسر جهان همه ساله در 25 رجب سال روز شهادت جانسوز آن حضرت را گرامی می دارند و برای آن اسیر عزلت نشین سیاه چاله های ظالمان و اسیر در زندان های طولانی مدت و طاقت فرسای دشمنان اهل بیت رخت ماتم و عزا برتن می کنند.